العالمين والأغربة المبتغين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ماه مبارک بر همه مبارک باشد. به تو بندگی و حسن عاقبت فرج امام زمان رجال دوستمان جهان در آمدن حاجات و تاخت الله مشوره دوستان به اینجا رسید که کلماتی از نهج البلاغه اعمال بشه. دیگه از نهج البلاغه شرح قرآنه. این ماه هم ماه قرآن است. نامه همه بلدید میدانید از امیر المومنین به مالک اشتر، درس زندگی و حکومت و مردمداری و تقوا و تهذیب و تعالی و رشد روحی را داده. همه زیبایی که در جاهای دیگه در خطبه هست در این نامه هست. یه خطبه طولانی است، خاصه خواستیم اون را گفتیم. همین میرم با مشاهد دوستان گفتن نامه مالکش در چند کلمه امشب قرائت می کنم. امیدواریم که از انوار کلمات دورالبار امیرالمومنین بهره‌مند بشیم. هذا ما امر به عبدالله علی امیر المومنین مالک ابن حارث حارث اشتر. این نامه ایست که امریه ایست که از طرف علی که عبد خداست. شرط اولش این که انسان بداند بنده است. تمام این کلمات نهج البلاغه هر کدامش یک دریا مطلب زیر شنفته شده. همین کلمه عبدالله عبد خداست، خدایی که الله است. تمام صفات کمال و جمال از آن خداست. خدایی که همه کمالات داره، تمام جمال است و تمام کمال است و کل الکمال، کل القوا، کل الرحمه، کل العلم. خب انسان باید بنده ای تو خدای باشه. پس من که علی هستم بنده هستم، تو هم باید بنده باشی، همه هم باید بنده باشی. یک کلمه آدم از خودش سوال کنه من بنده هم یا آزاد؟ اگر آزاده خب برای هر کاری میخواه بکنه، اما اگر بنده است باید بر اساس موازین و تعالیم الهی حرکت کنه. این امریه است که از طرف عبدالله بنده خدا علی به مالک اشتر فی عهدی الی حین والله مصر، وقتی توقیت مصر رو بشتد که بره والی مصر بشه، جبایت خراجها و جهاد عدوبه ها، که مالیات جمع کنه که مصرف مردم بشه. مالیات مردم مال مردمه، نمیشه یک شایی که بی خود جای دیگه مصرف کرد برای حواس و هواهای دیگران. بیت الماله باید مال مردمه، باید صرف رفاه و آسایش و بهداشت و آموزش و پرورش و همه این مسائل اجتماعی بشه. جمع کردن راج به جهاد عدو و جهاد عدو با و کسانی که با این مردم دشمنن، انسان باید باشون جهاد کنه. در مورد ایسته مارک تو وظیفت اینه که در مقابل حقوق مردم دفاع داشته باشی، مدافع حقوق مردم باشی. که والی مصری نه رفتی اونجا آقایی بونی، نه رفتی خدمت بونی. ریاست در اسلام معنا ندارد. ریاست یعنی خدمت، سیاست یعنی تدبیر امور مردم. امروز اشتباه میشه سیاسی کاری را با سیاست توأم کردن. کلک و حقبازی و دروغ و فریب و عوام فریبی و نیرنگ را جای سیاست قرار دادن. که اینجوری سیاست تدبیر امور جامعه است، رسیدن مردمه، دستگیری از مردمه، رفع گرفتاری مردمه.
و استصلاح اهلا، استصلاح اهلا. تو رو داریم میرسیم کجا اهل اونجا اصلاح کنیم، خرابکاری نکنیم. خدا نکند کسی ظرفیت نداشته باشد و چیزی بهش نصیب بشه، حک مخصوم قدرت. قدرت اگه دست آدم محذب افتاد، آدم خدا پرست افتاد، از قدرت در خدمت مردم استفاده میکنه. اما از دست آدم شرور و شریر افتاد، میزنه بسر مردم. استصلاح اهلها، استصلاح اهلها، درست کنید اهل. و امارت بلادها، خیابان سازی، خونه سازی، رسیده این مردم، مردم در تنگی نباشن، در رفاه باشن، آسایش داشتن، از نظر زندگی در رفاه باشن. امره او به تقوی الله، من فرستادم برای این کارها، برای در رأس کار تقوی و رعایت امر خداست. امروز در نماز جمعه ها میبینی همه دعوت به تقوی میکنن. چیزی که کم پیدا میشه تقواست، کمترین چیزی که در جامعه پیدا میشه تقواست. تقوا یعنی نه اینکه تقوا یعنی ملاحظه امر خدا، ببینیم خدا چه راضی. این از هدف بشر، این از وسیله تعالی و رشد داشته بشر. لمت تقولون ما لا تفعلون، این آیه به ما گویندگانی که خودمون را گوینده دینی قرار میدیم کمر شکنه. لمت تقولون الان خواهدیم لمت تنسون ما انفسکون، لمت تنسون، چرا خودتون فراموش میگوید؟ تبتتون کتاب تأمور ناز بالبود بل به تنسون انفسکون، به مردم با خوبی دعوت میکنید، خوبی دعوت میکنید، نیکی ها، کارهای خوب، ولی خودتون رو فراموش کردید، خودتون رو گم کردید. کم دعوت تقوا بزنید، کم دعوت زهد بزنید، یکم به تقوا بیایید، یکم به زهد بیایید. امرو به تقوی الله و ایثار طاعت خدا را انتخاب کنه آدم، بر خواسته های خودش و تمایلات نفسانی. چرا ما اعمال خوب داریم ولی نتیجه معنوی و بدنی نداره؟ چرا؟ روح عبادت ولایت انسان میتواند ولی خدا بشه، ولی خدا میتونه صفات خدایی پیدا کنه، میتواند خداگونه باشد. چرا؟ چون مثقال مثقال درآمد داریم، خبر خبر خرج داریم. به یک سلسله ظواهر اکتفا کردیم، دعوت به تقوا میکنیم، دعوت به خوبی میکنیم، اما این آیه رو دقت نمیکنیم. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نرسیده که مؤمنین خشوع پیدا کنند در مقابل خدا. نوشته بودن که خوندیم مگه ندیدیم؟ گفتن وزرا وقتی میخواستن گزارش بدن به پهلوی، از پله‌ها بالا میفتن، از ترسشون لرز میگه میفتدن. نه یه آدم از خودش. خدای با این عظمت انسان دعوت کرده بیا رفیق من بشو. لمت تقولون ما لا تفعلون، این کمر کمال گویندگان میشینه. لمت تقولون ما لا تفعلون، چرا عمل نمی کنید اونی که میگید؟ کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، دشمنی بزرگ پیش خدا این است که بگویید و عمل نکنید. فنا بر خدا، ما باید بشیم فقط بر خودمون گریه کنیم. ما که دم از دین میزنیم، دم از تقوا میزنیم، دم از زهد میزنیم، امام سرمون گذاشتن، لباس به اصطلاح روحانیت تنمون پوشندن، مردم دعوت کنیم، اما فنا بر خدا میبریم که گفت مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ مگه خبری نیست؟ مگه قیامتی نیست؟ حسابی نیست؟ دروغ این زحمات، این همه علما، این همه انبیا، علما، اولیا زحمت کشتن، جان کندن این حقایق رو به من رساندن، اینا رو ببینیم بازیچه دنیا
وسیله و ابزار رسیدن به دنیا و هدفهای دنیا و نفسانیت خودمون داشته باشیم، میفرما و ایثار طاعته و اتباع امره، تبعیت امر خدا و اتباع ما امره بهی پی کتابه، اوامر خدا را در کتابش انجام بده. مالک، زید، ام، همه ما را میگه. این جهانیست، مربوط به مالک نیست. درست مالک میخواه بره ولی بشه، والی بشه اونجا، والی باید این خصوصه داشته باشه. کسی که پیشوای مردم میشه باید این خصوصیاتی که در این نامه هست داشته باشه. و حکومت هم وقتی اسلامی میشود که این نامه بیادشه. اگر این نامه در جامعه خبری ازش نبود، اون حکومت اسلامی نیست. اتباع ما امر بهی فکتابی من فرائضی و سننه، اوامر خدا، سنت های خدا را در نظر بگیره. الَّذِي لَا يَسْعَدُ اَهَدٌ اِلَّا بِعْتِيَانَا، کسی سعادت نمی پیدا نمی کند، به سعادت و خوشبختی نمی رسد مگر اینکه اوامر خدا را اطاعت کنه. این است ملاک انسانیت، این است ملاک ارزش. ولا یشقا الا ما جهودها و بضاعتها، بدبخت و نگونبخت کسی است که این اوامر خدا را اطاعت نکند. اما این نامه ایست به مالک که این جو کند و این جو کند، بنگن سوال الله به قلبی و لسانه، با حقیقت رفتار کنه، خدا را کمک کنه، خدا را کمک کنه، این بندگان خدا را کمک کنه. بنگن سوال الله به قلبی و لسانه، فانه جل اسمه قد تکبل به نسل من نظره، خدا متکبل کسی است که او را یاری کند. هر کس حمایت از بشر کند، حمایت از بندگان خدا کند، این بندگان خدا عیال الله هست. کسی که از اینا حمایت کند تحت عنایت و حمایت الهی خواهد بود. و اعزاز من اعزه، و خدا خودش متکبر شده که عزیز کند کسی که خدا را عزیز بداند. و عمله و ان یکسر نفسه و من الشهوات، مالک حواست باشه نفسانیات و شهوات و خواسته ها و آرزوها را کنار بگذار. و نزعها عند الجماعات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربی، این نفس بدکیش مسلمان شدنی نیست، چاره ای جز توسل به خدا نیست، غیر از اعتصام بالله و هو چی؟ التجا و اضطرار به صحت الفقر. انسان بداند محتاج است، بداند نیازمند است، او کارساز بی نیاز است، با او کار داره، درستی بهتر از او نداره، اون وقت میفته را در خدمت دارد باشه. کسی بخواد دیگه در خودش گم کنه بعد بگه آقا من جامعه خدمت دارم، درو میگه. اول آدم خودش پیدا کنه، کی هستم من؟ عبدالله، علی، مالک، تو، من، باید عبد خدا باشیم. و سرلوحه زندگی ما تقواست و این نتیجه ما حالا مردم تقواست. آقا چند روز شما چند ساعت همه چی حرار بود، در حال حرار شده، آدم عادت میکنه یه ترمز پیدا میکنه، بعد از مرمزن هر کاری میخواه بکنه یه ترمز پیدا کنه. این از نتیجه روزه، این از نتیجه اعمال و رفتار که امیدان که انشاءالله از برکات امام روزه همه استفاده کنن. و بهترین چیزی که خدا آمده فرج امام روزه هم برسد، در دعاهای شبا میخوانید که فرج امام روزه خواهید، چه چیزی میخواهید و چه مطالب بزرگی در این دعا هست که خدا نصیب ما کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من میخوام بگم که اگر انسان با الفبای قرآن آشنا بشه، میرسه به جایی که هرچه خدا میدانه میدانه، هرچه خدا میتوانه میتوانه، مطابق با الفبای قرآن آشنا زید بله. شنیدم تو تلویزیون میگه تجوید به مردم میگه، اینا ربطی به اسلام نداره، اینا ربطی به آیین اسلام نداره. کلک گفتی، کنست گفتی، درور گفتی، اینا غلطه. ما بچه بودیم
نیم و استغفر الله این چقدر مهم خیلی مجموع یک رو یه نفت داریم و الان استغفار میکنیم یعنی خلط این را که به اسلام نداره و یه هم بخواه رسول الله هم بخواه من یعنی هم یاد داریم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اینا درس درسی به اسلام نداره که بره همین زمان رو بگیره بگیم اینجاست اونجاست مرقبان نیست این درسی به اسلام نداره نه بابا اینا درسی به اسلام نداره اینا علم میخواه کسی که موقع تبدیل اسلام کنه باید عالم باشه علم داشته باشه بعد بره در تلویزیون میگه به مردم تا به من این احوال غلطه اینا درسی به اسلام نداره یه کاری کردم که بعد اینا حج نمیرن میگن ما همدوستانمون درست نیست همسرمون به حرام میشه چی زن که من چرا؟ میگه همدوستان درستی کی میگه درست؟ اگه میتونی درست کنی درست کنی میتونی کنی باید من درست کنی نمیتونی باید فارسی کنی کی میگه این افرا؟ اون هم آقا میگه من مکر نمیدم اگه بنا همسر ما حرام میشه چون برای بسه هم داریم آخه شما که ربع داری؟ گفت نه تو بعد یه مرد هم چیه دونی؟ گفت داره من نبیه یه کاری نیست دونی اسلام رفت بیگه اعمال ما ندارد آقای مرد و آقا بدانید اسلام را اگر نقد کنیم همه عالم عاشق شد اسلام با یه اصولی داره که تمام جهان را میتواند اداره کنه به شرطی که انسان بخواد انسان باشه بخواد حیوان باشه البته اینا بعد بحث داره سر جای خودش انسان میخواد اسلام انسان میخواد انسان اولین شرط انسانیت دیگر دوستی است پر این دستورات اسلامه چرا؟ به چه دلیل؟ چون حس انسان روزی در خود انسان هست انسان به قدر خودش دود داره چون انسان بنابراین حکم الامثال فی مایه جود و مادر یود واحد بنابراین انسان انسان دوسته کسی که در فکر انسان هست در حقیقت نامش نه دادنی نه شاید که نامش دیگه امروز برش نیستی اصلا این چی کاری ما کاری با دیگرم نداریم چه غم دارم همشی دارم یکی زیر برای امتحانم هست از کارم که من را خودم دارم یکم خودم دارم بچه هم گرم دارم دارم بیرونیرن کاسه دارم چه خواب سه چی دارم قدم بزن که هرچی گرد هرچی ما به زدن بزن که خواهر بیشن که هرچی خواهر زدی بکی جهدی هرچی ما به سر چی گرد به من چی؟ من یه خواسته می درسی می کنم می درسی می کنم این انسان دارم اگه یه نفر بچهش یه شب برای زندان کاری داره میره حالا نمیخواد مسئله یک جایی یک بره حرف با یه نفر از دنیا نمیخواد مسئله دنیا بره فقط مسئله اینه که ما باید حس دیگر دوستی داشته باشیم اولین شرط اسلام این است همون دستور بشریته همه بشریت همون دارن آی جامعه بشریت درس علی این است که دیگری هر چه بری خودت بری بری گره خود اگر من یک کیلو گلاس ببرم خونم بچه یه همسایه میبینه نتونه بداره نیم کیلو بره بخره به من چی؟ اون بچه همسایه میبینه من میبرم به رجبون اینا نیست اینا اسلام نیست اسلام با خودپرستی و خودخواهی و تکبر و فریب و حقبازی و اینا مخالفه اگر اینا را به من مردم بدانم که اسلام که مشکلی اینه که اسلام نیست اسلام سراپا، صفا، صمیمیت صفات گریایی را از مردان خدا آموز از مردان خدا آموز و صفات گریا آموز بیا در مکتب اسلام رو بشودن سبان را مروبت، عاطفت، آزادگی اسلام را آموز اینه خوب گفته ما بگیم با هماست مسلمان نیست تا دیگر مسلمان میشه هشدان لایلا درسته مسلمان باگه برای این درد مردن نمی کنه درد مردن وقتی نفره که اتباع عوامله باشه دستورات خدا را جمعه السلام علیکم